سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع واسهتون خیلی خوب پیش بره. امروز اومدم با یه ویدیو راجع به اینکه چجوری خودمون رو واسه فصل جدید آماده کنیم. اینو بگم اول از همه، لازم نیست که ما منتظر یه فصل جدید، ماه جدید، هفته جدید، سال جدید یا هر چی باشیم واسه اینکه بخوایم یه شروع تازه داشته باشیم یا مثلا ریست کنیم زندگیمونو. هر زمانی که ما بخوایم و اراده کنیم تو هر لحظه‌ای میتونیم کار انجام بدیم. ممکنه چهارشنبه ساعت 2 ظهر ما باید چه برسیم که میخوایم یه شروع تازه داشته باشیم. پس خودمون رو محدود نکنیم و میگم اینا رو هر زمانی میشه انجام داد واسه اینکه یه شروع فرش و تازه و اینا داشته باشیم. اول از همه باید پرونده فصل قبل رو ببندیم، باید فصل قبل رو بررسی کنیم، ببینیم چطور بوده، چطور نبوده و کلن از این حرفا. برای این من چند تا سوال میگم که شما به این سوالات توی چند خط میتونید توی دفترتون جواب بدید که ببینیم بعد چی کار بکنیم واسه فصل جدید. اول از همه این که 3 تا حس اصلی که احساس کردی تو فصل گذشت چی بود؟ مثلا استرس بود، هیجان بود، خوشحالی بود، ناراحتی بود، غم بود، کلن چی بود؟ اون 3 تا حس رو بنویس. خیلی مهمه که ما بپذیریم و ببینیم احساساتمون رو و بدونیم که واقعا تو چه حال و هوایی هستیم. خیلی همون توی مشکل داریم، ما واقعا خیلی همون مشکل داریم. بعد از اون هایلایت های فصلی که گذشت رو بنویس. هایلایت میتونه این باشه که رفتم با خانوادم سفر، واسه اولین بار رفتم دانشگاه یا از این چیزا. هایلایت اتفاقای بزرگ و اصولا خوبی ان که افتاده. 2-3 تا از اینا رو بنویس که ببینی این 3 ماه گذشته یا حالا هر چی این گذشته رو، این مدت زمان رو چه اتفاق بولدی افتاده تو زندگیت. بعد بگو از این اتفاقایی که توی فصل گذشته افتاده چه چیزایی هست که دوست داری بیشتر تجربه کنی، بیشتر تو برنامه‌ت بذاری. مثلا من تو فصل گذشته 2 روز در هفته ورزش میکردم، دوست دارم تو فصل جدید بکنمش 4 روز در هفته. مثلا اینو یکی از هدف‌ها میذارم. یا اینکه دوست دارم توی فصل جدید بیشتر از فصل قبل با خانواده‌ام وقت بگذرونم. بعدم 3 تا چیزی رو که دوست داری کمتر انجام بدی، کمتر تجربه کنی نسبت به فصل قبل. من خودم تو 3 ماه گذشته خیلی بیرون غذا خوردم، خیلی فست فود خوردم و اصلا دوست ندارم که تو فصل جدیدم همینطوری پیش بره. برای همین چیز اصلی واسه من همینه که کمتر تو کافه رستوران و کلا بیرون از خونه غذا بخورم. بعدم بگو تو این فصل گذشته کارایی میتونستی بهتر انجام بدی. مثلا من میتونم بگم که بهتر میتونستم درس بخونم، بهتر میتونستم مدیریت مالی کنم، با کلی چیزهای دیگه. این یکم سخته ولی واقعا لازمه. حتی یه چیزیه که به نظر من خوبه هر شبم حتی بهش فکر کنیم که امروز چه کاری بود، اصلا یه دونه که میتونستم بهتر انجام بدم. اینو حتما بنویسید، میدونم که سخته ولی بنویسید. بعد از اینکه اینو نوشتید قرار خودمون رو ببخشیم، خود گذشتمون رو ببخشیم، خودی که این 3 ماه پیش داشتیم و چیزایی که دیگه به دردمون نمیخوره رو رها کنیم. مثلا من نامه مینویسم به خودم که کیمیای عزیز، مثلا پاییز 1400 و تو فلان اشتباهاتو کردی، باعث شدی که من فلانجا خجالت زده بشم، به فلان هدفم نرسم، فلان جا به خودم بی احترامی کنم و از اینجور حرفا. اینا رو به خودت میگی که حالا توی سالهای قبلی ما اینا رو جواب دادیم و بابت همه اینا خودمون رو میبخشیم. این مهمترین قسمتشه. ما باید ببینیم اشتباهاتمون رو، ازشون درس بگیریم و خودمون رو ببخشیم و رها کنیم خود گذشتمون رو. اصلا گذشته وجود نداره، گذشته فقط تو ذهن ماه. پس بگید فقط ازشون درس بگیریم و رها کنیم، خودمون رو ببخشیم. خب قرار نیست توی فصل جدید خودمون رو بخوایم سرزنش کنیم. اگر داستانی بوده، اگر چیزی هستش که هنوز مونده تو سرمون، هنوز باعث میشه که هی خودخوری کنیم و بزنیم تو سر خودمون و از اینجور حرفا، باید روش کار کنیم با جورنال کردن، یعنی نوشتن و به کمک تراپیست و این حرفا. خیلی مهمه ها، و خودمون رو ببخشیم، واقعا و خودمون رو ببخشیم و سخته. بعد از اینکه خودمون رو بخشیدیم، حالا 5 تا چیز رو میگیم که بابتشون شکرگزاریم تو فصلی که گذشت. من شکرگزارم از اینکه توی پاییز بارون اومد، بابت اینکه با دوستام تونستم برم مثلا فلان شب بیرون و چقدر خوش گذشت شکرگزارم، بابت اینکه نمیدونم، بابت اینکه گواهینامه گرفتم خیلی شکرگزارم، یا نمیدونم، حالا هر چیزی. هممون یه سری چیزا داریم دیگه. بهش فکر کنید و حتما 5 تا رو بنویسید. خیلی بیشتر از اینم میشه ولی 5 تا رو بنویسید. باید بنویسید این چیزا رو.
خب حالا که از نظر ذهنی آماده ایم، اتاقمون رو باید مرتب کنیم، محل زندگیمون رو. حالا اگه تو خونه خودتون دارید زندگی میکنید یا اگه حالا تو اتاقتونید، هرچی، محل زندگی رو باید مرتب کنیم. به طرز وحشتناکی تاثیرگذار روی حال روحیمون اینکه دور و برمون کلا جایی که داریم وقت می‌گذرونیم توش مرتب باشه، واقعا باعث میشه ذهنمونم مرتب‌تر باشه. من خیلی تلاش کردم این مسئله رو انکار کنم و اینا، ولی نمیشه. حتما واقعا واسه شروع جدید لازمه که آدم دور و برش رو مرتب کنه. حالا نمیگم دیپ کلین بکنیم که مثل چه میدونم چی کار میکنن، خونه تکونی که همه چیزو میریزن بیرون دوباره میذارن و اینا، نه. ولی حداقل ظاهر رو مرتب کنیم، اگر میشه حالا بیشتر عمقی تمیز کنیم. ولی این واقعا یه مرحله خیلی خیلی مهمه که اصلا واقعا اسکیپش نکنید، جاش نندازید. حتما دوربرتون رو مرتب کنید، حتما. آها، یه چیزی بگم راجع به همون سوالایی که بخوایم جواب بدیم و اینا. من پیشنهاد میدم که یه روز بذاریم واسهش، مثلا آخر هر فصل یا هر چی، و اون روز از اینترنت و سوشال میدیا استفاده نکنید. و کلن من بهتون پیشنهاد میکنم که این برنامه روی هر ماهمون بذاریم که یه روزو بدون سوشال میدیا و این شبکه‌های اجتماعی بگذاریم. واقعا یه روز سخت نیست و خیلی خیلی نیاز داریم، واقعا مغزمون نیاز داره که یه روز در ماه دیگه دور باشه از اون فضا. بعدم یه لیست می‌نویسی از کارهایی که هی عقب انداختی، کارهای کوچیک و ریزی که تا جایی که ما میتونیم پشت گوش میندازیم. مثلا اینکه زنگ بزنی وقت دندون پزشکی بگیری، یا چه میدونم قابی که خریدی و بزنی به دیوار، یا کمی چه میدونم توی کتابخونه تو بگردی که فلان کاغذ رو پیدا کنی، یا چک کنی ببینی کارت ملیت صادر شده یا نه، که احتمال 99% صادر نشده ولی من 6 ماه چک نکردم ببینم شده یا نه. میدونی یه سری کار کوچیکی هست. یا اینکه مثلا بری بیمه تو چک کنی. من خیلی وقتی میخوام برم خودمو بیمه کنم یه سال هی عقب میندازم. و لیست این کارا رو بعد بنویسیم و انجام بدیم، واقعا انجامشون بدیم. و مثلا خیلی خوبه که یه روزایی داشته باشیم به اسم لایف ادمین بهش میگن، که دقیقا همین کارا رو انجام میدیم. بهتره که تا قبل از اینکه فصل جدید شروع بشه اون لیست رو همش رو تیک بزنیم و همش رو انجام داده باشیم. آها، یادآوریم بکنم اگر که یه سال شده که آزمایش ندادی، چکاپ نکردی بدن تو، حتما بری آزمایش بدی، چکاپ کنی و دکتر تو ببینی، واسه اینکه مطمئن بشیم همه چیز داره خوب پیش میره. عقب نندازین لطفا، نه. حالا برنامه‌ریزی میکنیم واسه فصل جدید. طبیعتا یه سری هدف مشخص میکنیم، مثلا مینویسیم زمستون 1400 میخوام که هفته 4 بار ورزش بکنم. از همون چیزایی که گفته بودیم بیشتر میخوایم استفاده کنیم و بیشتر انجام بدیم و تجربه کنیم استفاده میکنیم اینجا دیگه. میخوام که توی این فصل بیشتر ورزش کنم، میخوام که هر روز بیشتر آب بخورم، یا نمیدونم، میخوام که حتما فلان کتابو تموم کرده باشم، برم چکاپ کامل بدن، همه آزمایشا رو کامل بدم، برم دندونامو چکاپ کنم، چشم پزشکی برم، شنوای سنجی، همه چیمو برم چک کنم. خب یه همچین هدفایی میذاریم. خیلی مهمه که هدفامون بشه اندازه‌گیری کرد بعدن که ببینیم تونستیم که بهشون برسیم یا نه. اصلا جالب نیست که بنویسیم بیشتر ورزش کنم، زودتر از خواب بیدار بشم، چه میدونم کمتر بیرون غذا بخورم. باید چیز مشخص باشه. مثلا من بگم که نهایتا هفته ای 2 بار بیرون غذا بخورم، بیشتر از 2 بار دیگه نخورم، یا هفته ای 4 بار ورزش کنم. همونجوری نگم که مثلا میگم وزن کم کنم، مثلا انقدر کلی نباشه، بگم که مثلا میخوام که 2 کیلو وزن کم کنم اینجوری. آره، خلاصه حواستون به این باشه که هدف گذاری که دارید میکنید، هدفایی که میذارید قابل اندازه‌گیری و سنجش باشن، بعدن بتونی ببینی که بهشون رسیدی یا نه. بیشتر بخوابم، کمتر فلان کنم معنی نمیده. قشنگ دقیق بعد یه هدفی داشته باشی که بدونی بعد چیکار کنی، میدونی. و قسمت هیجان انگیز ماجرا، بنویسید 3 تا جایی که دوست دارید برید و ببینیدش. قرار تو شهر خودتون باشه، اصلا لازم نیست جای خاصی باشه. مثلا من دوست دارم که موزه جواهراتو برم ببینم تو اون 3 ماه، یا یه موزه ماشین باز شده جدید تو جاده کرج، مثلا اونجا هم خیلی دوست دارم برم ببینم. مثلا اینجوری، یا چه میدونم پارک پردیسان تا حالا نرفتم، دوست دارم برم پارک پردیسان، یا چه میدونم هر چی. 3 تا جا رو بنویس که دوست داری بری و
واسه اولین بار ازشون بازدید کنی، اگه میک سنس میکنه. نمیدونم، یا مثلا اتاق فرارم، من از وقتی یادم میاد دوست داشتم برم اتاق فرار، ولی هیچ وقت نتونستم 4-5 نفر رو جمع کنم با هم بریم اتاق فرار. یکم ناراحت کننده است. و اینکه سه تا چیز جدید رو بنویس که دوست داری امتحان کنی. مثلا میخوای سوشی رو امتحان کنی، واسه اولین بار نشستن پشت دوچرخه رو امتحان کنی، یا حالا هر چی. از اون چیزا بنویس و سعی کن که سه تا واقعا زیاد نیست، که ماهی یه دونه. مثلا تو این ماه برام بذار یه بار بری سوشی بخوری، ببینی که رو دوست داری دوست نداری، حالا هر چی. خیلی خیلی مهمه که ما تو برنامه زندگیمون این چیزا رو بذاریم. اگر حواسمون رو جمع نکنیم یادمون میره که این چیزا رو پیگیری کنیم. ببین واقعا باید برنامه‌ریزی کنیم واسه اینا. وگرنه با همون روتینی که داشتیم و داریم و راحت‌تره و اینا پیش میریم. اگر حواسمون به رشدمون نباشه، حواسمون به بیرون اومدن از کامفورت زونمون نباشه، همون جایی که هستیم میمونیم. تازه بعضا عقب هم کشیده میشیم، پس رفتن میکنیم. واقعا با حواسمون رو جمع کنیم که بریم دنبال چیزای جدید. در حالت عادی اکثرمون به صورت طبیعی دنبال چیزای جدید نمیریم، چون که میخوایم راحت تر باشیم، دنبال خطر مغزمون نمیگرده همینجوری. بعدم سه تا عادت جدیدو که میخوای اضافه کنی و بنویس و هر ماه یکشو اضافه کن. مثلا میخوای عادت کنی که روزی هفت لیوان آب بخوری، یا میخوای عادت کنی که هر شب حتما 8 ساعت رو بخوابی، یا عادت کنی که هر روز 30 صفحه کتاب بخونی. خب بیا بگو که مثلا من دیما این 30 صفحه کتاب خوندن رو شروع میکنم، هر روز 30 صفحه کتاب میخونم، بهمن که شد عادت 8 ساعت خوابم اضافه میکنم، توی بهمن هم 8 ساعت شبا میخوابم، هم 30 صفحه کتاب بخونم. اسفند که شد، اون یکی چی بود؟ آها، اسفند که شد هم روزانه 7 لیوان آب میخورم، هم 8 ساعت میخوابم، هم 30 صفحه کتاب میخونم. خب اضافه کردن ماهی عادت واقعا کار سختی نیست و خیلی واقع نگرانه است. یعنی میدونی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. نبایدم هدفای عجیب غریب و بزرگی بذاریم واسه خودمون. آره مثلا واسه 5 سال بعدم میتونیم یه هدف نسبتا بزرگ بذاریم، ولی خوردش میکنیم طبیعتاً، که سالانش میکنیم، فصلیش میکنیم، ماهانش میکنیم، هفتگیش میکنیم، بعدم روزانش میکنیم، تا بلند مدت به چیزای بزرگ برسیم. ولی هدفای کوتاه مدت مثلا این یه ماه ممکنه باید چیزای خیلی بزرگی باشه، باید چیزایی باشه که راحت میشه انجامشون بده. و اینکه همین دیگه، امیدوارم که فصل جدید فصل خیلی خیلی خوب واسه هممون باشه، کلی رشد کنیم، پیشرفت کنیم، چیزای جدید تجربه کنیم. و وقتی داریم وارد فصل جدید میشیم، فصل قبل رو رها کرده باشیم، خودمون رو بخشیده باشیم، با خودمون، با دنیای اطرافمون در صلح باشیم و از اینجور حرفا. براتون قشنگ کرنه رو آرزو میکنم. مرسی که ویدیو تا اینجا دیدید، خیلی خیلی واسم با ارزشه، واقعا ازتون ممنونم. روز و شب خوبی داشته باشید. خدافظ.